به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. پلیس کندهار دزدان پول تاجران دستگیر شدند. پلیس ولایت کندهار از بازداشت دو تن که میلیون ها افغانی را دزدیده بودند خبر داده است. جمال ناصر بارگزای سخنگوی پلیس کندهار گفت این دو تن به روز یک شنبه در اوزه سیم و پلیس دستگیر شدند. او گفت این دو تن دیروز حدود 33 میلیون افغانی تجار را که قرار بود از صرافی به غزنی انتقال یابد دزدیدند و از سوی پلیس دستگیر شدند. پول دوباره به مالکان آن سپرده شد. بر اساس یک خبر دیگر، پلیس کندهار 4 فردی را که موتورسیکل های مردم را میره بودند در ولسوالی دند دستگیر کرده است. مصاحبه اختصاصی اسپوتنیک با مولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان. مولوی عبدالحکیم منیب: ما از طالبان می خواهیم که به مردم خود رحم کنند، به خود رحم کنند و بالاخره به افغانستان رحم کنند. مولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان طی مصاحبه اختصاصی به اسپوتنیک گفت ما در جنگ های داخلی افغانستان حضور نداشتیم. حزب حرکت اسلامی از سال 13-4 فعالیت خود را شروع نمود و با تمام احزاب سیاسی افغانستان من جمله حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری گلبدین حکمتیار صاحب روابط خوب بود. فعلا مسئله سوء تفاهم با ترخیل صاحب تحت بررسی قرار دارد. ریاست جمهوری در جریان است و به زودی در محکمه بررسی خواهد شد. پیام ما در کنفرانس بین المللی اسلام در جهان پهناور که در مسکو برگزار شد این بود که افغانستان در راه اسلامی زیاد قربانی داده است. ما از علمای مسلمان جهان تقاضا نمودیم تا در تأمین صلح در افغانستان سهم بگیرند، زیرا مؤمنان یک جسد کاملند. اگر یک مسلمان درد داشته باشد باید همه مؤمنان در معالجه وی سهم بگیرند. ما به شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی اسلام در جهان پهناور پیام داشتیم. برای همه مسلمانان جهان فرض است که در قضیه افغانستان میانجیگری نمایند و در حل بحران افغانستان فعالانه سهم بگیرند. محترم مولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد حج و اوقاف در مورد نفوذ اسلام افراطی در افغانستان توضیحات داده گفت که در آغاز نشأت اسلام نیز اشخاص افراطی وجود داشت که حتی حضرت عثمان علیه السلام از دست ایشان به قتل رسید و شهید شد. می توان گفت که کم علمی ما و عدم رسیدگی معلومات ما در مورد دین مقدس اسلام باعث مشکلات در جامعه گردیده است. هر قدر معلومات دینی ما اضافه تر گردد به همان اندازه جلوگیری از افراطیت می گردد. ما قبلا در افغانستان پانتون بزرگ و قوی دینی نداشتیم که به شکل واقعی و درست علوم دینی تدریس می گردید و به تخصص می گردید. عدم چنین دانشگاه دینی باعث این همه کمبودی ها در جامعه ما گردید. الحمدلله آلا سطح علمی جوانان ما رشد نموده است. فعلا در افغانستان پهنتون های دولتی و خصوصی زیاد وجود دارد و با کیفیت پیش می رود. حالا جوانان ما از افراد دور شدند. وای افزود که در جریان 20 سال اخیر علم و دانش در افغانستان آنقدر رشد نموده است که هیچگاه به این اندازه پیشرفت نکرده بود. مولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در مورد طالبان گفت که ما به یک افغانستان آرام نیاز داریم. افغانستان وطن عمه افغان ها است. شک نیست که ما نمی توانیم طالبان را از افغانستان خارج نماییم. طالبان هم می توانند مثل حکمتیار در افغانستان جا داشته باشند.
وزیر ارشاد عجو و اوقاف افغانستان خطاب به طالبان گفت: پیام ما به طالبان این است که همه افغان و مسلمان هستیم. از طالبان می خواهیم که به مردم خود رحم کنند، به خود رحم کنند و بالاخره به افغانستان رحم کنند. در این جنگ نه تنها نیروهای دولتی بلکه خودشان نیز کشته می شوند. به فامیل های سربازان خود رحم کنند که در جنگ استخدام می شوند. در صورت جنگ با هموطنان مسلمان حفاظت از دین ضعیف می گردند. اگر قوت دولت و طالبان یک جا شود، ما بهتر می توانیم از هر نوع تهدید خارجی دفاع نماییم. هرگاه ما متحد باشیم، به حضور نیروهای خارجی هیچ ضرورت پیدا نمی شود. جنگ های داخلی ما سبب حضور نیروهای خارجی در افغانستان گردیده است. پس یگانه راه برای حفظ استقلال و سایر ارزش های دین و ملی و همچنان انکشاف کشور ما صلح است. وای در ارتباط به انتخابات گفت: من وزیر هستم و حزب ما از دکتر محمد اشرف غنی حمایت می نماید. حالا توجه شما را به مصاحبه با وزیر ارشاد عجو اوقاف جلب می نماید. دوستان عزیز، مصاحبه وزیر ارشاد و عجو اوقاف را می توانید در سایت خبری سپوتنیک دنبال کنید. ادامه جنگ در افغانستان 18 سال پس از حمله نظامی امریکا. عبدالکریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین در این باره گفت: گفتگوهای صلح برای ما اکنون یک فرصت است و استفاده از این فرصت هوشیاری ما خواهد بود که چگونه از آن استفاده میکنیم. نیروهای امریکایی 18 سال پیش در چنین روز به افغانستان حمله کردند و هنوز هم پایان این جنگ روشن نیست. مقام های کنونی و پیشین حکومت می پذیرند که افغانستان از حضور امریکا نتوانسته است که به گونه لازم بهره ببرد و ادامه جنگ ها و خشونت ها را در کشور ناکامی امریکا در جنگ افغانستان می داند. جنگ افغانستان بیشتر از 700 میلیارد دلار تنها برای واشنگتن هزینه برداشته است و در این جنگ بیش از 2500 تن امریکایی و 150,000 تن از نیروهای دولتی افغانستان جان باختند. حضور نظامی امریکا در کشور و سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان با امیدواری های همراه بودند. اما چگونگی مدیریت کمک و توجه نشدن به زیربناها و نیز گسترش دامنه جنگ ها در کشور به شدت انتقاد می شود. عبدالکریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین در این باره گفت: گفتگوهای صلح برای ما اکنون یک فرصت است و استفاده از این فرصت هوشیاری ما خواهد بود که چگونه از آن استفاده میکنیم. در این مدت تنها امریکا 115 میلیارد دلار را از بحر بازسازی افغانستان هزینه کرده است، اما هنوز هم 54% از شهروندان کشور زیر خط فقر به سر می برند. رحمت الله کشدوز است: از صبح تا به شام همینجا می آیم و کار می کنم، اما هیچ چیز نمی شود. فقط همین قدر پول پیدا می کنم که تا حد نان بخوریم و از گرسنگی نمریم. کودکان از قربانیان دیگر جنگ در 18 سال گذشته در کشور بودند، زیرا نزدیک به 4 میلیون کودک از رفتن به مکتب نیز باز ماندند. مریم عطایی سخنگوی صندوق حمایت از کودکان در افغانستان گفت: تخمین زده می شود که روزانه 20 میلیون کودک از ترس اینکه اعضای بدنشان را در نتیجه جنگ ها از دست ندهند و یا اعضای خانوادهشان قربانی نشوند از خواب بیدار می شوند. مخالفان حضور امریکا در افغانستان چه میگویند؟ ستار خواصی عضو حزب اسلامی گفت: استقلال نداریم، این کشور اشغال است و واقعا در اشغال زندگی میکنیم. نظر محمد مطمئن فعال سیاسی گفت: اطفال ما در گهواره هایشان به آتش کشیده میشوند و این کار در 18 سال ادامه داشته است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.